تجارت های کوچک و متوسط در افغانستان با دسترسی بیشتر به وجوه مالی می توانند فرصت های مناسب سرمایه گذاری را به دست آورده و زمینه اشتغال را فراهم سازند. عدم موجودیت معلومات معتبر در مورد متقاضیان وجوه مالی از جمله موانع اساسی به شمار می رود، زیرا مؤسسات مالی نمی توانند بدون موجودیت معلومات در مورد سوابق مشتریان وجوه مالی را برای آنان فراهم سازند. اداره ثبت اعتبارات عام معلومات اعتباری مشتریان از جمله معلومات هویتی، تاریخچه پرداخت و تضمین را جمع آوری، تحلیل و تای گزارش های اعتباری به سایر مؤسسات مالی فراهم می سازد. مؤسسات مهم ملی و بین المللی از جمله بانک جهانی من حیث تمویل کننده سیستم، اداره مالی بین المللی من حیث همکار تکنیکی، مؤسسه حرکت من حیث تمویل کننده بخش های ایجاد چارچوب حقوقی و ظرفیت سازی و بانک مرکزی من حیث تطبیق کننده پروژه به ایجاد این سیستم اقدام نمودند. سیستم ثبت اعتبارات عامه برای اولین بار در کشور از سوی افغانستان بانک به تاریخ 25/3/1392 ایجاد گردید. این سیستم کاملا الکترونیکی بوده و مطابق با معیارهای بین‌المللی عیار گردیده است. اداره ثبت اعتبارات عامه بعد از سپری شدن دوره امتحانی اولین بسته گزارش های اعتباری را که از طریق اینترنت قابل دسترس می باشد و مؤسسات مالی و مشتریان به تاریخ 12/3/1393 معرفی نمود که یک موفقیت بزرگ در سکتور بانکی به شمار می رود. این سیستم مؤسسات مالی را در تصمیم گیری معقول قرضدهی کمک می نماید و می توانند معلومات اعتباری مورد ضرورت را بدون طی مراحل و ضیاع وقت از طریق اینترنت به دست بیاورند. مزایای استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه: افزایش فرصت‌های دسترسی به وجوه مالی، کاهش هزینه دسترسی به وجوه مالی، کاهش نرخ تکدانه، بهبود کیفیت معلومات اعتباری. مشخصات سیستم ثبت اعتبارات عامه: سیستم کاملا مجهز به تکنولوژی معاصر، قابل دسترس بودن از طریق اینترنت و ارتباط مسئول، دارای قابلیت جستجوی کاملا اتوماتیک، درجه بندی و تحلیل کاملا الکترونیکی. استفاده کنندگان سیستم ثبت اعتبارات عامه عبارتند از بانک های تجارتی، مؤسسات مالی، شرکت های قروض رهنی، شرکت های اجاره مالی، شرکت های مخابراتی، محاکم تجارتی، شرکت های بیمه، ادارات جمع‌آوری مالیات، ادارات ثبت ملکیت ها، ادارات احصائیه‌ای، شرکت برق، نظارت کنندگان افغانستان بانک و ادارات توزیع تذکره، جواز فعالیت تجارتی و پاسپورت به شمار می روند. استفاده کنندگان مجوز سیستم می توانند سیستم ثبت اعتبارات عامه را بدون طی مراحل اداری از طریق آنلاین استفاده کنند. گزارش های اعتباری محصول اساسی این سیستم به شمار می رود که استفاده کننده می تواند آن را برای اشخاص انفرادی و شرکت ها به شکل الکترونیکی دریافت نماید. قبل از دریافت هر نوع گزارش اعتباری، کسب رضایت معتبر مشتری مطابق به مقرره گزارش دهی اعتبارات حتمی می باشد. گزارش اعتباری نشان دهنده معلومات هویتی، تعداد حسابات قرضه، تاریخچه پرداخت، تضمین قرضه، گزارش های دریافت شده، معلومات از منابع عامه، منازعات و درجه بندی می باشد. بسته گزارش های اعتباری معرفی شده عبارتند است: 1. گزارش معلومات اعتباری،
2. گزارش معلومات اعتباری با درجه بندی. 3. گزارش درجه بندی. 4. گزارش اعتباری مشتری. 5. گزارش اعتباری مشتری با درجه بندی. 6. مشتریان بانک‌های تجارتی می‌توانند سال یک مرتبه گزارش مشتری را طور رایگان از دفتر ثبت اعتبارات عامه دریافت نمایند. فعالیت سیستم ثبت اعتبارات عامه. سیستم ثبت اعتبارات عامه افغانستان بانک در روشنی قانون افغانستان بانک و مقرره گزارش دهی اعتبارات فعالیت نموده و همین اکنون تمام بانک‌های تجارتی از آن استفاده می‌نمایند. تا اکنون بیشتر از 70,000 قرضه که در برگیرنده قرضه های سنتی و اسلامی می باشد در این سیستم ثبت گردیده است و قرار است پروسه جمع‌آوری معلومات اعتباری از سایر مؤسسات مربوط نیز آغاز گردد. درست است. تشکر. خداحافظ. خدمات آنلاین سیستم ثبت اعتبارات عامه به طور 24 ساعته در خدمت استفاده کنندگان قرار دارد. بخش خدمات این اداره در اوقات رسمی زیلن قابل دسترسی است. شماره تماس 075-20-14-545. ایمیل آدرس pcr.support@pcr.gov.af. وبسایت www.pcr.gov.af و صفحه فیسبوک Public Credit Registry. استفاده مؤثر از سیستم‌های ثبت اعتبارات عامه در سایر کشورهای جهان نتایج خوبی را در قبال داشته است. بنابراین با در نظر داشت محدودیت‌های دسترسی به وجوه مالی که در کشور وجود دارد، ادارات مربوطه باید در مسائل مشترک به انکشاف این سیستم با اداره ثبت اعتبارات عامه همکار باشند. چون مبالغ هنگفته از طرف موسسات کمک کننده برای تطبیق این پروژه به مصرف رسیده است که همکاری ادارات زیربط و اقدامات عملی آنها ضامن پایداری و انکشاف سیستم ثبت اعتبارات عامه در کشور خواهد بود.